15 نوامبر اکسیون علیه اعدام در میدان مینتوریت استکهلم برگزار شد. شرکت کنندگان خواهان لغو حکم بخشان عزیزی به وریشه مرادی شدند و شعار علیه اعدام سر دادند. وریشه مرادی and بخشان عزیزی, a Kurdish journalist, social worker and political prisoner, were arrested on August 1st, 2023 by intelligence forces and are now imprisoned in Evin prison. امروز ما در اکسیونی که بر علیه لغو اعدام در ایران در اینجا جمع شدیم, به خصوص بر علیه حکم اعدام وریشه مرادی و بخشان عزیزی, دو مبارز زن که در مقابل داعش در کوبانی و روژاوا جنگیدن, مبارزه کردن و سر افتخار بلند کردن. بعد اینا در ایران برای زنان و جامعه مدنی آگاهی که بدن در ایران دستگیر شدن در تهران و به حکم اعدام محکوم شدن. وریشه مرادی چون از نظر حالت سلامتی در حال خوبی نیست و اون بدون حضور وکیل خود و حتی دفاع از خود به حکم اعدام محکوم شده. ما هیچ وقت خاموش نمیشینیم تو خونه و تا زمانی که این حکم لغو نشده و حکم تمام زندانیان بر علیه اعدام لغو نشده, در خیابان‌ها میستیم و صدای اونها خواهیم شد. زن زندگی آزادی. ژن جیان آزادی. با درود خانم فاطمه پیلی. فاطمه جان, شما اینجا امروز چرا حضور داری؟ اکسیون اینجا برپا شده. این اکسیون شنیدم در ارتباط با اعدام, علیه اعدامه. حضورتون در اینجا به چه مناسبتیه؟ درود به شما. ما امروز جمع شدیم بر حکم ناعادلانه ای که برای وریشه مرادی علیه اعدام ایشون ما یه اکسیون برقرار کردیم. البته نه فقط برای وریشه مرادی, بلکه برای تمام زندانیانی که حکم ناعادلانه اعدام رو گرفتن. وریشه مرادی روز 20 آبان حکم اعدام رو گرفت بدون اینکه خودش در دادگاه حضور داشته باشه و یا اینکه بتونه از خودش دفاع کنه. حتی پروندهش به دست وکلاش نرسید که بخوان ازش دفاع بکنن و این حکم ناعادلانه رو دادن به ایشون. البته بر اساس اون چیزی که حکم صادر شده, حکم بقی به ایشون داده شده, یعنی اینکه به مبارزه مسلحانه علیه نظام با که ایشون البته مسلحانه نبوده و طبق قانون 288 قانون اساسی 15 سال حبس باید می‌گرفتن, ولی قاضی طلواتی که به قاضی مرگ معروفه, طبق قانون 288 حکم اعدامو به ایشون داده. البته بگم که ایشون در اون مکان حضور نداشتن, هرچند اگر هم حضور داشتن این جنگ علیه داعش بوده, داعشی که به نفع جمهوری اسلامی نیست. ولی خب جمهوری اسلامی هم خودش یک نوع داعشه و به نظر من جمهوری اسلامی باید بدونه که مردم علیه این حکم‌ها آروم نمیشینن و حتما ما همگی با همدیگه علیه این حکم میمونیم تا سرنگونی جمهوری اسلامی. فقط شما اینجا کلا بر علیه اعدام حضور پیدا کردی؟ بر علیه اعدام و بر علیه تمام حکم‌های ناعادلانه‌ای که برای تمامی زندانیانی که به نوعی محکوم شدن
حتی اون تعداد بچه هایی که بچه های اکباتان که پرونده هاشون سفیده و واقعا یک نفر مرده ولی تعداد زیادی دارن محکوم میشن و مانند اینا خیلی زیاد هست. پخشان عزیزی و خیلی از عزیزانی که زنانی که واقعا صداشون خاموشه و در زندان هستن، ما صدای تمام زندانیان سیاسی و اجتماعی هستیم که توی ایران هستن و تا آخرین نفس وای میستیم و از اونا دفاع میکنیم. مرسی از حضورت در این گفتگو.